چهاردهم خرداد ماه 1395 خورشیدی و سوم ژوئن 2016 میلادی. امشب در صفحه آخر دومین قسمت گفتگو با آقای دکتر شاهین دادخواه رو داریم، همکار بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، عضو تیم مذاکرات با آمریکا و کشورهای غربی در جریان مذاکرات هسته‌ای، مذاکرات افغانستان و مذاکرات عراق در دوره خاتمی و بعد از اون و بعد هم زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی در دوره احمدی نژاد و حسن روحانی. پرده آخرم خواهیم داشت از فصل گرما و گشت ارشاد. خب بذارین مستقیم بدون فوت وقت بریم سراغ دکتر دادخواه. آقای شاهین دادخواه، نمیدونم که ارتباط ما مجدداً وصل هست، میتونیم صحبت بکنیم با هم دیگه الان یا اینکه؟ خب خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. آقای دادخواه صدای بنده رو میشنوین؟ بله، بالاخره تصویر شما. بله من صدای شما رو دارم. منم سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خب آقای دادخواه اجازه بدید که من سوالا رو دسته‌بندی بکنم و فوری برم در واقع مطرح بکنم تون تون که فوت وقت نداشته باشیم. یک دسته سوالایی است که به مذاکرات با خارجی ها مربوط میشه، یه دسته سوالایی است که به ترورهای داخل و خارج مربوط میشه. خب طبیعتاً بسیار مطلعید، حالا شاید به دلایلی نخواین فعلا بخشش رو در اختیار مردم قرار بدین، ولی به هر حال درباره همون بخشی که میتوانید صحبت میکنیم. دقیقا بذارین از جایی که دو هفته پیش قطع کردیم شروع کنیم. شما گفتین به عنوان مأمور نظام جمهوری اسلامی و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی چند بار به اسرائیل رفتین و با مقامات اسرائیل ملاقات کردین که آخرینش هم 6 سال پیش بود که با وزیر صنایع اسرائیل دیدار داشتین، اگه من اشتباه نمی‌کنم. آقای دادخواه، مذاکره با اسرائیلی‌ها نرسیدیم هفته پیش که توضیح بفرمایید که درباره چی بوده و امروز درباره چیه؟ دفعه قبل من عرض کردم هر کشوری در چارچوب منافع و امنیت ملی خودش با کشورهای متعدد مذاکره میکنه، یک چیز طبیعیه. مذاکرات ما در اون دوره در مورد حماس بود اکثرا که من با هیئت اسرائیلی داشتم در جای مختلف، فقط در خود اسرائیل نبوده و قبل از منم مسلمان کسان دیگه این مذاکرات رو دنبال کردن و پیش از من هم این مذاکرات بوده. حتی من دفعه قبلم عنوان کردم که اصلا در زمان جنگ ایران و عراق ما با خود عراقی‌ها داشتیم مذاکره میکردیم. خب یعنی مذاکره با حالا شما میفرمایید طبیعه، ولی رهبر جمهوری اسلامی همیشه اصرار دارد که بگوید که هرگز ما، اون که میگه مذاکره با آمریکا، ما هرگز نداشتیم و رژیم صهیونیستی هم که باید نابود بشود، همشون میگن از جمله رهبر جمهوری اسلامی. و خب و من قبلا توی برنامه دیگه در برنامه جامعه مدنی هم عرض کردم این نکته رو که وقتی که یک کشتیگیر برای مثال بهش میگن که تو باید از پهلوانی، از قهرمانی جهان چشم بپوشی چون رقیبت اسرائیلی است، نباید بری رو دوشک باش کشتی بگیری و او هم میپذیره، نمیتونه نپذیره، چون به سرنوشت مثلا جمالی فشی و اینا که ماجرای هفته پیش دو هفته پیش صحبت کردیم ممکنه دوچار بشه. خب در یک چون این وضعیتی وقتی که نظام بره مذاکره بکنه طبیعی نیست. آقای دادخواه، حالا ما تحلیل رو بذاریم کنار، بذاریم درباره همون در واقع جنبه اینفورماتیو قضیه، بیشتر اطلاعاتی قضیه صحبت بکنیم، اطلاع رسانی صحبت بکنیم. طبیعی زمانی است که بله دولت هم بیاد دفاع بکنه از این، رهبر هم دفاع با، حالا اگر رهبری اصلا نظامی باید داشته باشه یا نداشته باشه، به هر حال حکومت بیاد دفاع بکنه از این و همین حرف شما رو بزنه، بیا آجون یه امر طبیعی است در دیپلماسی جهانی، ما با همه کشورها مذاکره میکنیم، حالا اسرائیل باشه، آمریکا باشه، عرب، کشور عرب باشه، هرچی. حالا بگذاریم. ببینید آنچه که من دریافتم از صحبت شما این که تمرکز مذاکرات شما لااقل با مقامات اسرائیلی تا امروز
چند باری که رفتید، منظورم تا 6 سال پیش قبل از یعنی تا امروز تا قبل از اینکه برین زندان، در پیوند با حماس بوده است. خب یعنی چی حماس؟ میدونیم که یک گروه سنیست، شیعه نیست، ولی به شدت مورد حمایت جمهوری اسلامی و از نظر مالی و تسلیحاتی مورد حمایت دولت ایرانه. چندین بار این موضوع مطرح شده است و منتها در پیوند با مسئله سوریه، به ویژه زمانی که شما زندان بودین، دیگه اینو به شما مربوط نمیشه، من این فقط برای بینندگان عرض میکنم، زمانی که جنگ سوریه شروع شد حماس فاصله گرفت از جمهوری اسلامی ایران، چون اونها طرفدار چندان موضع جمهوری اسلامی ایران نیستن و حتی دفترشون رو در دمشق تخلیه کردن، بردن اردن و اینها. به هر حال ولی قبل از اینکه شما برین زندان، مسئله حماس که میفرمایید مطرح بود، در چه رابطه‌ای؟ یعنی آیا اختلافی بود یا اینکه مشخص موضوع چی بود با حماس که با اسرائیلی‌ها شما مذاکره میکردید سر این موضوع؟ ببینید استراتژی ایران در قبال حماس تاکتیکیه، یعنی ما رابطه تاکتیکی با حماس داریم. ما هم تو این چارچوب اومدیم با اسرائیلی هم مذاکراتی داشتیم در مقاطع مختلف. حمایت بدون چون چرای ایران از حماس خب خروجی نداره برای امنیت ملی یا خود منافع ملی ایران. اینو خیلی ها تو داخل ایران هم میدونن. اجماع نظری هم وجود نداره که واقعا یه حماس در منطقه شریک مطمئن ما میتونه باشه مثل حزب الله. همچین اجماعی در داخل ایران هم وجود نداره. شرایط حماس با حزب الله بسیار متفاوته تو این مذاکراتی که ما با اسرائیلی داشتیم. اسرائیلی چی میخواستن؟ چی میخواستن در این مذاکرات از ایران در پیوند با حماس و حزب الله؟ خب ببینید، ما در منطقه یه سری مشکلاتی داشتیم که این مشکلات خود اسرائیل به وجود آورده بود و یه سری طیفی از قدرت در ایران بدون چونه چرا از حماس حمایت میکرد و الان هم همین کار رو دارن ادامه میدن. ما با اسرائیل تو یه بعضی مقطع اومدیم در مورد حماس معامله کردیم، ولی من جزئیاتش رو اینجا نمیتونم بیان کنم. معامله کردین؟ یعنی خیلی خوب، جزئیات رو بیان نکنین، ولی موضوع معامله رو، منظورم این است که شما همون که عرض کردم چه میخواست در پیوند با حماس یا حزب الله که شما مجبور شدین معامله بکنین، یعنی چه معامله؟ فرض بفرمایید که نمیدونم مثلا اون خواسته است که حماس ازش حمایت نکنید و شما مثلا گفتید بسیار خوب شما هم از مثلا فلان گروه حمایت نکنید. منظورم اینه که در یک چارچوب مطرح کنین که ما بفهمیم خلاصه تا حدی موضوع رو. ببینید، خود حماس در اواخر 80 وقتی که به وجود اومد، خود نهادهای امنیت اسرائیل به نوعی کمک کردن که این حماس به وجود بیاد، یعنی تشکیل بشه، و چند تا دلیل هم برای خودشون داشتن. یکی این که حماس بالاخره بتونن اتحاد فتح رو از بین ببرن. نتیجه این کار باعث شد که مذاکرات اسلو و مذاکرات مادرید به نفع اسرائیلیا تموم بشه، یعنی عملا تونستن اسرائیلیا فتح و اتحاد فتح رو از بین ببرن. یه چالشی تو خود داخل فلسطین به وجود میارن. بعضی دومی که اسرائیل داشتن تو اینجا دنبال میکردن، شناسایی افراد و گروه های رادیکال نزدیک به حماس بود که میتونستن یه چالش های امنیتی برای خود اسرائیل به وجود بیارن، تونستن به خوبی اینا رو شناسایی کنن. سوم هدفی که اسرائیل تو این مورد دنبال میکردن، توجیه عمل کردی که در منطقه داشتن. خب صدای بنده میاد؟ آی دادخواه، صدای من میاد؟ بله بله بله، بفرمایید، ادامه بدید. ولی صدای من شما رو خیلی این سوم استراتژی اسرائیل در قبال حماس بود. ما هم رابطه‌مون با حماس بسیار تاکتیکی بود،
یعنی در مواقعی که شما میدونید که در زمان خود اعدام صدام، خود اسماعیل هنیه اومد صدامو به عنوان شهید یاد کرد، کسی که سالیان سال خون بیگناه مردم ایران ریخته بود. یعنی ما نمیتونستیم کمال تمام و کمال بیایم از خود حماس در هر حیطه حمایت کنیم. ما تاکتیکایی داشتیم، درست، که باید اون تاکتیکا رو در چارچوب منافع ملیمون و امنیت ملیمون به کار می‌بردیم. یعنی شما حاضر بودین که حماس رو به اسرائیل بفروشین؟ من در این چارچوب، نه، بحث فروش به فروش حماس به اسرائیل نبود، ایجاد موازنه بین حماس و اسرائیل بود. یعنی جمهوری اسلامی بحث سر این بود، یعنی جمهوری اسلامی نقشش ایجاد موازنه بین حماس و اسرائیل در این مذاکرات بوده است؟ نه خیلی، من منظورم این نیست که جمهوری اسلامی در چارچوب منافع خودش اگه ایجاب کنه، خب این موازنه رو برقرار میکرد. همینطوره که مثلا جمهوری اسلامی ایران برای کشتار خود چچنها در روسیه بیتفاوت بود، تو این در مورد حماس هم یه سری عقب نشینایی در قبال اسرائیل طبیعتا در چارچوب منافع ملی خودش داشت. بسیار خوب، اجازه بدین که من موضوع رو ادامه بدم که وقت رو نذاریم روی این چک و چونه زدن تو این چند دقیقه. ببینین، رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در افغانستان در کتاب خاطراتش که قسمت‌های مربوط به ایرانش خبرگزاری برنا منتشر کرده نوشته بعد از حملات تروریستی بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 یعنی 20 شهریور 80، ملاقاتی بین نمایندگان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو انجام می شود که در آن مذاکرات هیئت ایران خواستار اشغال افغانستان از سوی آمریکا می شود. آنچه که برایم جالب تر از همه بود، اشتیاق آنان یعنی ایرانیان نسبت به اعزام نیروهای آمریکا، همان شیطان بزرگ، به حیات خلوت ایران یعنی افغانستان بود. اوایل اکتبر یعنی تقریبا یک ماه پس از حملات 11 سپتامبر، ما پشت میز یکی از سالن‌های کنفرانس سازمان ملل نشسته بودیم و در مورد ساختار پارلمان بعد از طالبان صحبت می‌کردیم. بمباران افغانستان توسط آمریکا چند روز بعد آغاز شد. این سخن رایان کراکر از دیپلمات‌های ارشد و سرشناس تاریخ آمریکا است که سفیر آمریکا در افغانستان و عراق هم بوده است. این سخن رو چقدر تایید میکنید آقای دادخواه؟ ببینید، ایشون خب موضوع افغانستان رو همینجور که شما اطلاع دارید، بعد از اشغال افغانستان توسط طالبان، عملا طالبان یه تهدید بالقوه برای امنیت ملی ایران شده بود. ایران هم نمیتونست اجازه بده که گروهی مثل طالبان در افغانستان حاکم بشه و افغانستان تبدیل به حیات خلوت رقیب اصلی منطقهش مثل عربستان بشه. خب در این چارچوب ایران اومد با خود آمریکا هم یک همکاری‌های تاکتیکی انجام داد و این سخنان آیه این دیپلماتی که شما بیان کردین کاملا صحت داره. ایران در موضوع افغانستان در مسائل امنیتی و اطلاعاتی بسیار با آمریکایی‌ها همکاری داشتن. البته این همکاری کاملا تاکتیکی بود، ولی خب آمریکایی‌ها استراتژی اشتباهی در این مورد دنبال کردن. به هر حال تا اینجا که حالا در مورد استراتژی آمریکایی کاری دکتر دادخواه صحبت نمی‌کنیم، الان اجازه بدین که درباره همین موضوع مشخص پیش بریم. من مجبورم وقتو بچلونم که به هر حال همین نکته‌ای بود که خواستم روشن بشه که رایان کراکر چقدر دقیق گفته است که شما فرمودین که هیئت ایران خواستار اشغال افغانستان از سوی آمریکا میگه که بعد از 11 سپتامبر جمهوری اسلامی ایران میخواد از آمریکا که بیاد افغانستان رو اشغال کنه. ببینید، 2.5 سال پیش در نامه به روحانی از زندان شما نوشتید که حسن روحانی و احمدی نژاد و محسن رضایی به خوبی می‌دانند پروژه M و M2 را کدام مقام ارشد لو داده است. چرا آقای جین میم تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد؟ کدام کارشناس یا دیپلمات امکان گرفتن عکس از موشک‌های خریداری شده در سایت هسته‌ای را دارد؟ این تو نامه شماست به آقای روحانی که به صورت سوال مطرح کرده. حالا ما کاری نداریم اون کدام کارشناس و اینها چه پروژه‌هایی بودند که اینقدر مهم
بوده است برای شما های دادخواهی، برای نظام که در نامتون نوشتین به آقای روحانی، پروژه ام و ام 2 که حسن روحانی، احمدی نژاد و محسن رضایی به خوبی میدونند که این پروژه ها چه بوده و چه کسی اینو لو داده. اگه میتونین خواهش میکنم. خواهش میکنم. ببینید در اون مقطع زمانی که ایران داشت با ست کشور اروپایی مذاکره میکرد، یه سری نهادهایی که قدرت داشتن و در حول محور بیت رهبری وابسته به بیت رهبری بودن، یه سری اقدامات موازی وزارت امور خارجه انجام دادن، چه خود دبیرخونه شورای امنیت ملی یا خود دولت مخالف این فعالیت های این گروه ها بودن. پروژه M1 M2 بحث انتقال تکنولوژی موشک به خود سوریه و لیبی بود که در اون مقطع هم دبیرخونه شورای امنیت ملی هم خود دولت مخالف این پروژه ها بودن، که با توجه به مخالفت های مکرر خود دولت متاسفانه یه عده‌ای در نزدیک به خود بیت این پروژه رو استارت زدن، دنبال کردن که این پروژه در آبهای مدیترانه توسط کشتی که این تکنولوژی رو داشت به لیبی برد توسط آمریکایی‌ها گرفته و بازرسی شده و گرفتن، و که وزارت امور خارجه هم و خود دبیرخونه هم عملا به این موضوع تاکید داشت، هیچ دیپلماتی در راجب این موضوع نیاد با مطبوعات کشورهای متعدد یا مطبوعات خارجی صحبت کنه. یعنی اون موشک‌ها مطلقاً به سوریه و لیبی نرسید. دوره دولت خاتمی بود، هنوز دوره دوم دولت خاتمی بود این موضوع. بله در مقطع بله دقیقاً در دوره دوم خاتمی بود که این پروژه ام و ام 2 استارت خورد ولی ناموفق. بسیار خوب. یعنی به سوریه هم نرسید غیر از اینکه لیبی رو گرفتن آمریکایی‌ها. چرا بحث سوریه موفق بود ولی من پروژه ام 2 رو من دارم مطرح میکنم. بحث ام 2 که انتقال تکنولوژی به لیبی بود که این توسط کشتی‌های آمریکایی، کشتی که آمریکا بازرسی شد و تمام اون تجهیزاتی که قرار بود به لیبی برسه توسط آمریکایی‌ها گرفته شد. این و این به گمان شما از طرف خود مقامات جمهوری اسلامی لو رفته بود به آمریکایی‌ها. سهلنکاری خود مقامات جمهوری اسلامی بود. سهلنکاری خود مقامات جمهوری اسلامی بود و از داخل خود کسانی که این پروژه رو دنبال می‌کردن لو رفت. یعنی شما یه سری سایت‌هایی که وابسته به آقای رضایی شما دنبال کنید که خیلی از موضوعات هسته‌ای که بسیار محرمانه بود در سایت ایشون به نوعی بعضی چیزا منتشر شد که اصلا قابل پیش بینی نبود. سایت تاب نکنید. این موضوع توسط همونا لو رفت. سایت تاب نکنید. بله. آقای محسن رضایی که الان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و باز برگشته به سرلشکری سپاه و اینا. ببینید در پیوند با همین در واقع تلاش نظام برای ساختن و بیت رهبر برای ساختن سازمان اطلاعات موازی و وزارت اطلاعات و این داستان ها، و اون در دو هفته پیش هم اشاره کردین اختلافات که بین دو این سیستم اطلاعاتی وجود داشته و داره، یکی از مسائلی که همیشه پرسش برانگیز بود که میخوام باهاتون مطرح بکنم مسئله عملیات آسمان بود، به اصطلاح اون دستگیری عبدالملک ریگی و اینها. ببینید اسفند 88 یعنی 10 ماه قبل از اینکه شما برین زندان، جمهوری اسلامی اعلام کرد در یک عملیات گسترده که اسمش رو عرض کردم گذاشته بودن عملیات آسمان، عبدالملک ریگی رهبر شورشیان مسلح بلوچ دستگیر شده. یعنی هواپیمای مسافربری که ریگی توش بوده اینجوری توضیح دادن و از یک کشور به یک کشور دیگه میرفته در حال گذار از آسمان ایران پایین کشیده میشه توسط وزارت اطلاعات و ریگی دستگیر میشه. 30 خرداد 89 هم اعدام شد. خب هم وزارت اطلاعات خیلی مانور تبلیغاتی داره روی این موضوع، هم یه مقدار تردید به وجود اومد از همون موقع که این داستان دستگیری ساختگی و ریگی یه جدی دستگیر شده، اینا اینجوری سناریو درست کردن داستان گفتن تا بگن ما خیلی قدریم. شما قاعدتا باید اطلاع داشته باشید آقای دادخواه که ما معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات کار می‌کردیم. قضیه چه جوری بوده؟
ببینید اون چه آقای وزیر اطلاعات اون دور اومد مطرح کرد، آقای مصلحی عوام فریبانه بوده. ببینید اون بله، ببینید ایشون اومدن یه چیزی رو مطرح کردن، گفتن که ایشون میخواسته دیدار کنه با آمریکایی‌ها تو ماناس، پایگاه ماناسی که در قرقیزستانه. ببینید ایشون اگه واقعا تو افغانستان بودن، اگه آمریکایی‌ها میخواستن ایشون رو ببینن، خب هر نقطه از افغانستان میتونستن با ایشون ملاقات کنن. یا اگه قرار بود ایشون بره پایگاه ماناس، ده ها فروند هواپیمای آمریکایی هر روز از بکرام یا جاهای دیگه میتونستن با ایشو اینو منتقل کنن تو پایگاه ماناس، هر مقامی که ایشونو میخواست ببینه خب میتونست ملاقات کنه. خب CIA یا آمریکایی نمیدونستن، یعنی کسی که میخواد از دبی بره قرقیزستان و این هواپیمایی که میخواد از بالای آسمان ایران رد بشه، احتمال شناساییش هست و میتونه ایران این هواپیما رو نذاره ادامه پرواز بده و بتونه اینا رو، این هواپیما رو بشونه بعد این شخص رو دستگیر کنه. یه خورده این عوام فریبانه است. من فکر میکنم که آقای مصلحی مدیون ماری بالاچه که در کویتیای پاکستان داره زندگی میکنه، مدیون ایشونه. باید اگه بخواد دولت یا دولت اون دوره به نوعی بیاد تشکر کنه، باید از آیه ماری بالاچ تشکر کنه که نقش بسیار زیادی در دستگیری و تحویل آقای ریگی به مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران کرد. ماری بالاچ چه کاره است؟ چه کاره بود؟ ماری بالاچ یه شخصی که در بلوچستان افغانستان، بلوچستان هم افغانستان هم پاکستان، در کویت زندگی میکنه. شخصی که با خود بوتا هم معامله کرده بود سر مسئله طالبان. بسیار یه چهره شناخته شده به خصوص برای نهادهای امنیتی خود ایران هستش. کجاییه و برای کجا کار میکنه؟ منظورم اینه. پاکستانیه، پاکستانیشون. صحیح. اصالتا پاکستانی. صحیح. پس بنابراین بنابرای فرمایش شما آقای ماری بالاچ به هر حال با هدایت اون دستگیر میشه، عبدالملک ریگی تحویل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داده میشه، حالا از هر طریقی من نمیدونم، و اینا این سناریو رو جور میکنن برای نشانه قدر قدرتی وزارت اطلاعات. ببینید بذارید من کاملا سناریو بوده، من فکر نمی کنم. بله بفرمایید. من فکر نمی کنم که اونی که آیه وزیر اطلاعات اون دوره بیان کردن صحت داشته باشه. گفتم که با توجه به شرایطی که ایشون گفتن یه خورده این از واقعیات دوره، مگر اینکه معاملی در کار باشه. معامله بین کی و کی؟ بین ایران و پاکستان منظورتونه؟ بین ایران و پاکستان. ولی اون سناریویی که ما نمیدونم هواپیما رو کشیدیم پایین و تو هواپیما تیراندازی شد و بعدم هواپیما معلوم شد کی بود و چی شد و اینا، منظورم این سناریوه. یعنی میخوام بگم این در چه حدی حقه بازی میزانه چقدر؟ خلاصه من منظورم این سناریو، این سناریو در توجیه عملکرد خود وزارت اطلاعات بوده. این سناریوی بیش نبوده. بسیار خوب. ببینید آقای دادخواه، شما از سال 1369 با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات کار کردین، دوره رفسنجانی و فلاحیان، یعنی سال 69 که عرض میکنم. من فهرستوار یه چند تا اتفاق رو عرض میکنم خدمتتون مربوط به اون ترورها و انفجارها و اینها. شهریور 71 ترور میکونس اتفاق میفته، دکتر شرفکندی و چند نفر دیگه ترور میشن، با مسلسل کشته میشن در برلین. ترور 73 انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین اتفاق میفته، انفجار آمیا حدود 80 نفر کشته میشن، صدها زخمی. تیر 77 انفجار الخبر عربستان اتفاق میفته، 19 نظامی آمریکایی کشته میشن، 400 نفر زخمی. FBI همچنان جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه برای اون ماجرا. ترور ایرانیان در خارج که برای مثال عرض میکنم، مرداد 70 شاپور بختیار در پاریس کشته میشه، مرداد 71 فریدون فرخزاد در بن آلمان، رضا مظلومان از اعضای سازمان درفش کاویانی در 7 خرداد 75
در پاریس. حالا من یکی یکی به اینا میپردازم. ببینین، اسرائیل همیشه به طور طبیعی حساس بوده است به ماجرای انفجار آمیا، مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین، که تیر ماه 73 اتفاق افتاد. تو اون سفرهایی که اخیراً به اسرائیل داشتید در مذاکره با اسرائیلیا، آیا درباره انفجار آمیا صحبتی نشد که قاعدتاً باید میشد؟ و قاعدتاً به این دلیل عرض میکنم که هم انگشت اتهام دادستانی اسرائیل آرژانتین به سمت ایران بود و دولت اسرائیل، و هم از همه مهمتر این که عماد مغنیه رهبر عملیات حزب الله لبنان در واقع این عملیات رو انجام داده بود. به این دلایل عرض میکنم که آیا هیچ صحبتی درباره آمیا با شما نشد از طرف مقامات اسرائیل؟ ببین، تاریخ این اتفاقا رو شما اگه بررسی بکنین، یه چند اتفاق پشت سر هم افتاده. ببین، بحث آمیا همینجور که اطلاع داری تبدیل شده به مسئله سیاسی در داخل خود آرژانتین، که تقریبا همه هم از این موضوع اطلاع دارن و اسرائیل هم نهایت استفاده را از این موضوع کرده و تونسته یه جوی رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین به وجود بیاره. این یه بحثش، و اسرائیل تونسته از این بهره برداری های زیادی بکنه از مسئله آمیا و هیچ وقت هم نخواسته این مسئله اصلا خاتمه پیدا کنه. این یه بحث مسئله که مربوط به اسرائیل میشه. یه بحثش هم متاسفانه گفتم که در اون دوره یه سری گروه هایی که وابسته به نهادهایی بودن اومدن سرخود، که البته سرخود که عرض کنم توسط بعضی از نهادهای خاص هدایت شدن، اومدن یه سری کارایی رو انجام دادن. من در اون دوره، من نمیگم دولت تو این، بالاخره دولت باید جوابگو باشه، ولی دولت هیچ مقصر نبوده که اینا اومدن یه سری افرادی که در به خصوص آقای رفسنجانی یا افراد دیگه که در دولت بودن محکوم کردن. درسته که دولت جوابگو باید باشه. کسانی که این اتفاق رو رقم زدن هیچ ارتباطی به دولت نداشتن، یه سری گروهایی بودن که وابسته به یه نهادهای خاصی بودن که این اتفاق افتاد و هدفشون هم به چالش کشیدن خود دولت در نظام بین الملل بود، که نمیخواستن که دولت محبوب بشه و بتونه یه سری مشکلات مردم رو حل کنه و یک قدرت نزدیک به قدرت رهبری داشته باشه. و این استراتژی بود که این گروه ها دنبال میکردن. خب ببینید، و در بحث قتل های زنجیری هم همین اتفاق افتاد. حالا بحث قتل های زنجیری رو میرسیم. ببینید آقای دکتر دادخوا، بذاریم اول یه نکته رو در پیوند با انفجار آمیا بگم، بعد برمیگردم روی موضوع. ببینید، تقریبا 13 سال بعد از انفجار در مارس 2007 دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب 9 نفر را توسط پلیس بین الملل صادر کرد، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت و علی اکبر ولایتی وزیر خارجش. اینترپل، پلیس بین الملل، میاد برای 6 نفر از این 9 نفر حکم جلب بین المللی صادر میکنه. علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، احمد رضا عسقری دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی ویژه قدس سپاه، محسن ربانی رایزن فرهنگی وقت سفارت جمهوری اسلامی و عماد مغنیه رئیس وقت ستاد عملیات ویژه حزب الله، که بعدم خود اسرائیلی‌ها عماد مغنیه رو زدن و میدونیم که عماد مغنیه نقش بسیار والایی دارد در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه از طرف سپاهی ها، چه از طرف بسیجی ها، چه از طرف دولت، هر دولتی باشه، چه از طرف بیت رهبر. دستگاه قضایی آرژانتین، های دادخواه، که اون اختلاف داخلی که میفرمایید، بله همه میدانند دادستان آرژانتین رو ترور کردن چند ساعت قبل از اینکه میخواست بیاد علیه رئیس جمهور آرژانتین شهادت بدهد در دادگاه که رئیس جمهور آرژانتین ساخته با دولت ایران از به لحاظ منافع اقتصادی، که این پرونده در واقع مسکوت گذاشته بشه و او رو متهم کرده بود به همکاری با در واقع تروریست ها. بعد ترورش کردن تو آپارتمانش، تو خونهش کشتن چند ساعت قبل از اینکه بیاد دادگاه. اینو که نیسمان همه میدونن دیگه،
دستگاه قضایی آرژانتین، اینترپول که 186 کشور عضو بشن. اینا یعنی همه اشتباه کردن آقای دادخواه؟ با اون چیز که شما میگین درسته؟ ببینید من نمیگم اینترپول اشتباه کرده، من اینجا هم عرض کردم خدمت شما، دولت باید جوابگو باشه، دولت نمیتونه بگه که من از این چیزا بی خبرم. من همچه ادعایی نمی کنم که اینا همشون مقصر نبوده، بالاخره دولت باید جوابگوی این موضوعات باشه. خب. ولی این کاری که اتفاق افتاد توسط خود دولت نبوده در اون مقطع. خب پس چرا؟ چه جوری توسط میان؟ توسط گروه هایی بوده؟ چه جوری آقای رفسنجانی، آقای وزیر خارجه ولایتی و بعد افراد دیگه که عکساشون رو داریم میبینیم، اینا همه پلیس بین الملل حکم جلب بین المللی براشون صادر میکنه به دلیل انفجار آمیا؟ ببینید یه سری مسائلی که در انفجار آمیا مطرح شد یه خورده به این قضیه سیاسی برخورد شد. این از یه بحثش هم من گفتم که عرض کردم خدمت شما، این اتفاقات توسط گروه هایی که نزدیک به بیت بودن انجام شد و این هم تأثیر گذارن در ساختار سیاسی ایران. ببینید آقای دادخواه، حالا گروهی به دولت ند. بله، گروه هایی که نزدیک به بیت بودن و همون سازمان اطلاعات موازی، طائب و مجتبی خامنه ای و دیگران و اماریون، ساختار نهاد اماریون که زیر نظر مجتبی خامنه ای تشکیل شد، همه اینها رو بارها و بارها صحبت کردیم. بله، با توجه به فرمایش شما من میخوام یه مقدار در واقع آنچه که از پرونده های مربوط به این ترورها پای دولت رفسنجانی و به ویژه شخص فلاحیان رو باز میکنه یه مقدار صحبت بکنه. ببین، تصمیم گیری و اجرای طرح ترورهای خارج از کشور به هر حال باید روشن بشه که چه نهادی و چه کسانی به عهده داشتن. این پرسش رو نگه دارین، حالا همینطور درباره داخل هم من میخوام ازتون بپرسم. در داخل کشورم قطعای پاییز 77 اتفاق میفته، روشنفکران، نویسندگان و خب عده‌ای که بعد معلوم شد 9 نفر تو همون مقطع ترور شدن، نه 4 نفر که حکومت همیشه گفته است که یک گروه خودسر این کارا رو کردن برای تضعیف نظام. اسناد فراوانی از خودتون میدونید که خلاف اینو میگه. شما دادخواه اون دوره با آقای فلاحیان کار میکردین، خود فلاحیان و بقیه دولت در تصمیم گیری ها و هدایت قتل ها آدم های اصلی بودن یا بیت رهبر؟ ببینید آیه، خود فلاحیان در مسائل امنیتی زیاد اشراف نداره، کسانی که اصلا وزیر اطلاعات شدن به مسائل امنیتی زیاد اشراف ندارن. شما دونه دونه اون کسانی که اومدن وزیر اطلاعات شدن شما بررسی کنید سوابقشون رو. اینا تو هیچ مسائل، تو هیچ حیطه‌های امنیتی اشراف آنچنانی نداشتن و تخصص کافی هم نداشتن. آیه فلاحیان بازیچه همون بیت بود. آیه فلاحیان نمیتونسته آدرس ایمیلش رو به خبرنگار بگه که بیاد برای قتل یا ترور در خارج از کشور برنامه ریزی کنه؟ یعنی اصلا این صحبت ها در توسط گروه ها و داخل دولت بحث نمی شده، دستور می دادن به فلاحیان، فلاحیان خارج از ساختار دولت از طریق بیت در واقع بهش دستور می داد و اجرا می کرده. ببین، دولت در اون مقطع سعی می کرده یه تنش‌زدایی رو با کشورهای نظام بین الملل داشته باشه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید از یه طرف یه سیاست تنش‌زدایی رو دنبال کنید، از یه طرف یه اقداماتی رو انجام بدین برخلاف این سیاست. خب این تناقض داره، هیچ وقت دولت نمیاد این کار رو انجام بده. ولی متاسفانه در داخل نظام یه سری افراد سعی میکنن بقای خودشون رو با حذف رقیب توجیه کنن، فکر میکنن که اگه رقیب رو حذف کنن میتونن بقای سیاسی خودشون رو ادامه بدن. با همین تفکر بوده که اومدن یه سری کارهایی که نباید اتفاق میافتاد در اون دوره رقم زدن و منافع ملی ایران رو در خیلی جاها به چالش کشیدن و اون در خارج از کشور مسائلی
در داخل ایران ببینید، ببینید در داخل ایران در پیوند با قطعهای زنجیره‌ای به اصطلاح به گفته مسئولان نظام، سعید امامی که معرفی شد به عنوان مسئول اصلی قطعه معاون امنیتی وزارت اطلاعات، معاون امنیتی فلاحیان، تو اعترافاتش نوشت که دستور قطعه را از خوشوقت، اژه‌ای، مصباح و فلاحیان می‌گرفته. فلاحیان وزیر بود، درست؟ می توانیم بگوییم که دولت خبر نداشت، ولی فلاحیان که منصوب رهبر بود، در واقع همیشه وزیر اطلاعات که منصوب رهبر است، خب یعنی حتما باید مورد تایید رهبر باشه، بیش از دیگران بهش تکیه می شود. به هر حال از اطلاع داشتن فلاحیان، اطلاع نداشتن فلاحیان چگونه می شود دفاع کرد؟ یک، دو، اینکه عالی خانی متهم اصلی، یکی از متهمین اصلی قطعا، در مصاحبه با آقای رضا گلپور در کتاب توقیف شده نامه به خاتمی میگوید از سال 71 حذف فیزیکی قانونی بود، کد داشت، بخشنامه داشت، امتیاز داشت. اجازه بدید آقای دکتر دادخواه یه تیکه از دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده ترور شده ها، بشنویم، برگردیم خدمت شما. تحقیقاتی که از متهمین پرونده صورت گرفته بود صراحتا همه اعلام کرده بودند که آمریت به ما ارتباط نداره. حتی من یادم هست در تمدید قرار بازداشت سعید امامی، ایشون نوشته بود که همونطوری که مفصلا توضیح داده ام در تحقیقات مورخ فلان، قبل از این تمدید قرار بازداشت آمریت به من ربطی نداره و توضیح دادم. معنای منطقی این حرفی که ضمن ابلاغ این تمدید آقای سعید امامی نوشته بود این بود که به تاریخ قبل باید ایشون توضیحات مفصلی در زمینه آمریت داده باشه، ولی هرچه ما گشتیم تو پرونده خبری از چنین تحقیقاتی نبود. متهمینی که تو پرونده مطرح بودن حرفشون این بود که اولا آمریت به اونها مربوط نیست، محور سومم این بود که این قتل‌ها برخلاف آنچه که عنوان شد که خودسرانه و به وسیله یک محفل و محفلی و از این صحبت‌ها، این قتل‌ها کاملا از مجاری سازمانی صورت گرفته و دو تا معاونت اون وزارتخونه و چند تا اداره کلش درش درگیر و دخیل بودن و ابدا کاری نبوده که بیرون از مجاری رسمی و سازمانی انجام شده باشه. آقای دادخواه چه دارید بگید در پیوند با صحبت‌های آقای دکتر زرافشان؟ ببینید، من عرض کردم خدمت شما اینا توسط گروه‌هایی که وابسته به نهادها و جناح‌های مختلفی که در داخل ساختار سیاسی هستند وابسته بودن و این قتلا رو صورت دادن یا مرتکب این قتلا شدن. هدف اصلیشون هم خدای خاتمی بود که بتونن محبوبیت خاتمی رو در افکار عمومی با این جور کارا کم کنن. هدف اصلی خدای خاتمی بود. و ببینید میشه نتیجه گرفت؟ نکردم که اینا بدون ادعا نکردین که چی خواهش میکنم ببخشید. من ادعا نکردم که این اتفاقی که افتاده سرخود بوده. اون کسانی که این کارو کردن 100% از یه جایی دستور گرفتن. ببینید آیا همه میدونن که این از کجا آب خورده؟ میشود اینو نتیجه گرفت با توجه به اینکه میر حجازی بیت، مسئول امنیت بیت به اصطلاح، او دستور میدهد که آقای ناصر زرافشان رو از پرونده بردارن و بعد از اونم مشروب میبرن تو دفترش میذارن و اسلحه میذارن تو دفترش که ماجراهاشو در با آقای زرافشان تو همین برنامه صفحه آخر صحبت کردیم. آیا میشود نتیجه گرفت که کل این داستانها از طرف بیت رهبر سازماندهی و هدایت، تصمیم گیری سازماندهی و هدایت شده؟ ببینید آقای فلاحاتی، اکثر گروه های رادیکال دور محوریت بیت جمع شدن. هر اتفاقی که افتاده تو این چند سال توسط این گروه های رادیکال افتاده، پس بیت مسئول این کار است. بله. و همه هم تقریبا اینو میدونن، همه میدونن که این
مشکلاتی که به وجود اومده کجاست، ولی متاسفانه جرأت بیانشو ندارن. حالا ببینید، در پیوند با وزارت اطلاعات و بیت، خب به فرمایش شما جرأت بیانش نیست و اینها، و بیشتر هم آدم میتونه خودشو توجیه بکنه که به هر حال وزارت اطلاعات وصله به بیت و بنابراین میتواند دولت بی خبر باشه اینا. ولی من یکی دو نمونه میخوام خدمتتون عرض بکنم که یادمون بیاد. شاپور بختیار مرداد 70 در پاریس به قتل میرسه. علی وکیلی راد از قاتلان شاپور بختیار که تو فرانسه 18 سال زندانی بود، 28 اردیبهشت 89 برمیگرده ایران. تو فرودگاه استقبال رسمی دولتی ازش میشه. حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه میره استقبالش. بعد یه نفر دیگه، کاظم دارابی از قاتلان عبدالرحمن شرفکندی در رستوران میکونس برلین، 20 آذر 86 بعد از 15 سال زندان در آلمان برمیگرده ایران. تو فرودگاه باز معاون وزارت خارجه میره استقبالش، علی باقری. یعنی دولت رسماً ازش استقبال میکنه. بله. خب ببینید، وقتی که خب من یه چیز دیگه به شما عرض کنم، همین کسانی که تو فرانسه زندان بودن، تمام هزینه هاشو خود سفارت به حساب این زندانی های میریخت. اصلا یه چیز مشخصی بود توی چیزی که من دارم عرض میکنم. خب من دارم عرض میکنم دولت، شما وقتی که بگین دولت، خب شاید بعضی دولت ها در این حیطه اومده با همون نهادهایی که من عنوان کردم اومده همکاری کرده. همین دولت گذشته هم، دولت گذشته احمدی نژاد هم یه سری همکاری های تو این چارچوب بوده. ولی در زمان آقای خاتمی هیچ اتفاقی که دولت مطلع باشه از این اتفاقی که افتاد، که رسما دست دولت باشه، همچین چیزی نبوده که دولت بیاد رسما یه سری اقداماتی رو در خارج از کشور به خواسته خود خاتمی نمیگم، دوره آقای رفسنجانی میگم، که در واقع امنیتی ترین سیستم دولتی در ایران بود که اگه آدم بتونه به هر حال ارزیابی بکنه این دولت ها رو با هم دیگه، میشه همچین چیزی گفت. بله، اون به خاطر اینکه اون دوره خب اکثر افرادی که در وزارت اطلاعات بودن نزدیک به بیت رهبری بودن، تا نزدیک به دولت نزدیک باشن، نزدیک به بیت رهبری بودن تا دولت. دولت هم از خیلی کارهایی که در داخل خود وزارت اطلاعات اتفاق میفته خبر نداشت. ببینید، من فقط یه اشاره میکنم به قتل فرخزاد و بعد ادامه میدم. قتل فرخزاد رو در واقع تایید فرمایش شماست. مثلا ماجرای قتل فرخزاد، دستور قتل فرخزاد رو رئیس شهری صادر کرده بود و اینا از پرونده قتل فرخزاد 16 مرداد 71 به قتل رسید در منزلش در بن آلمان. دستور قتل فرخزاد رو رئیس شهری صادر کرده بود. تیم عملیات زیر نظر فلاحیان انجام وظیفه میکرد. فلاحیان دستور بررسی و ارزیابی راههای به قتل رساندن فرخزاد را به تیم بررسی و طراحی سپرد که زیر نظر مستقیم سعید اسلامی یا سعید امامی قرار داشت. بعد جزئیاتش هست در پرونده که من ازش میگذرم. اکبر خوشکوشک هنگامی که در جوخه های ترور نظام در اروپا سازماندهی شد، با اشاره به سابقهش در کشتی فرنگی از آن میکرد که فرنگی کار است. در واقع به دلیل اینکه در فرنگستان به اصطلاح میکشت آدم ها رو، شد فرنگی کار. به سمت مشاور عملیاتی وزیر اطلاعات در دوران فلاحیان دست یافت. یعنی همون موقع که آقای دادخواه شما اروپا بودین و با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات کار میکردین، حتما میدونین دیگه. بعد داستان مشخصا ساعت 3 صبح صابری و اصولی، دو تا از قاتلان، خانه را ترک میکنن. قبه که رئیس دفتر سعید امامی است، جریان قتل رو 2 ساعت بعد از طریق اکبر خوشکوشک میشنود. فلاحیان وقتی خبر را به او میدهند، در جلسه از مدیران وزارت شرکت داشت. ساعت 9 صبح بود. او بلافاصله سعید امامی را مأمور کرد جریان را پیگیری کند و پس از آن به اصغر اعجازی در دفتر رهبر جریان را خبر داد. ببینین، بعد طبق پرونده قتل فرخزاد، فریدون فرخزاد، بیت و لااقل وزارت اطلاعات، حالا ما نمیگیم همه دولت که نمیدونم چقدر میشه اینو گفت، ولی به هر حال بیت و وزارت اطلاعات یعنی معاونینش و حتی من اینو توضیح بدم خدمتتون. بفرمایید. من اینو توضیح ببینید، در اون مقطع وزارت اطلاعات چند باندی بود. یعنی یه سری وابسته به بیت بودن، یه سری وابسته به دولت،
استراتژی که دولت در نظام بین الملل دنبال می‌کرد در اون چارچوب، در چارچوب منافع ملی عمل می‌کردن، یعنی مهار تهدیدها. کار وزارت اطلاعات در خارج از کشور مهار تهدید، مهار امنیت، تهدید امنیت بر علیه که امنیت ملی ایران میخواد، اقداماتی که بر علیه امنیت ملی ایران میخواد صورت بگیره، مهار اینجور چیزاست. ولی یه سری متاسفانه گفتم که در داخل خود وزارت اطلاعات وابسته باندهایی که در حول محور بیت رهبری جمع شده بودن و وابسته به اونا بودن، یه سری اقداماتی رو انجام دادن که خود دولت هم خبر نداشته. خب یعنی به هر حال بیت در برابر دولت عمل کرده در تمام این سالها؟ دقیقا همین جوری بوده. دقیقا خود بیت برای خود دولت چه در داخل چه در خارج یه سری چالش هایی رو توسط گروه هایی به وجود آورده. آقای این دکتر، اینجور افراد، اینجور باندها تقریبا در دوره خود آقای خاتمی تصفیه شدن. آقای دکتر، تو همین زمینه اجازه دوره وزارت اطلاعات ما فرصت 3 دقیقه و نیمی 4 دقیقه داریم. ببینید، 3 نفر فرزندان 3 نفر از مسئولان نظام در دوره نوجوانی در واقع اینا کشته میشن. یکیشون احمد رضایی است، پسر محسن رضایی که در دبی به قتل میرسه در هتل. یکیشون فرزند ربیعی است، علی ربیعی که وزیر کار الان دولت روحانی است، و یکی دیگه هم پسر خود حسن روحانی که همه اعلام کردن خودکشی کرده است و بعدم رفتن به هر حال به این طریق با این شیوه به پدرش هم تسلیت گفتن و اینها. این فرصت 2-3 دقیقه رو خواهش می‌کنم درباره این کشته شدن این 3 نفر دست کم صحبت بفرمایید. ببینید، بحث فرزند آقای رضایی این بود که آقای رضایی حیات سیاسیش رو ترجیح داد به حیات فرزندش. این چیز آقای رضایی بود. آقای ربیعی در زمانی که فرزندش وقتی که در فرهزاد تهران زدن با ماشین 3 ساعت 4 ساعت نخواستن ایشون برسه بیمارستان به خاطر مخالفت هایی که در دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی با بعضی از گروه ها بود، این اتفاق افتاد و فوت آقای فرزند آقای روحانی هم تو این در این چارچوب بوده. یعنی آقای روحانی هم خودش میدونستن دلیل فوت پسرش چیه. یعنی اون که گفتن با اسلحه پدرش خودکشی کرد، اینا همه قصه بود که ساخته بودن، یعنی با اسلحه حسن روحانی و او رو کشتن. دلیل نداره که ایشون بیاد با اسلحه پدرش کشته بشه یا خودکشی کنه. بله، اصلا دلیلی نداشت. مخالفت هایی که چرا همش اینا تقریبا در یک چرا اینا همش فقط در یک مقطع اتفاق افتاد، یعنی کشته شدن پسرای روحانی و کشته شدن آقای پسرای ربیعی. چه سالی بود؟ تقریبا همزمان بود. یادتون میاد چه سالی بود؟ فکر کنم 93 اینا باید باشه. و اینها در دبیرخانه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، اون موقع آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. اون دوره دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای خود روحانی بود. بله، آقای ربیعی هم تو دبیرخونه بود که قبلا آقای ربیعی هم که تو خود وزارت بود. بله، از وزارت اومد دبیرخونه آقای ربیعی. اختلاف موضع اینا در واقع با همون حجازی بیت و اون بخش از میشود دقیقاً اطلاعات. جنگی که ما با کسانی که وابسته به بیت داشتن. صحیح. و بعد از ترور آیا دستپاشون رو جمع کردن این آقای روحانی و آقای علی ربیعی، یا اینکه فقط یک در واقع انتقام کشی بود از اینکه احیانا اونا زورشون نرسیده بودن از نظر سیاسی به روحانی و ربیعی؟ خب آیه روحانی که نمیتونست بیاد بگه که چی به چیه، الان هم نمیتونه بگه. ولی در اصل هم پسر آیه ربیعی هم پسر آیه روحانی قربانی چشمشیش هایی که بین جناح بیت و
دبیرخونه بود قربان این دو تا جناح شدند در حقیقت. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شاهین دادخواه که در این برنامه صفحه آخرم حضور داشتین. الان آقای روحانی و اینها نمیتونن بگن، امیدوارم زمانی برسه که بتونن بگن حقایق رو. ببینین من نمیدونم الان باید چیکار کنیم، بریم پرده آخر رو ببینیم یا اینکه ادامه خب به من میگن پرده آخر رو بله بله بریم ببینیم. خب بریم. گشت ارشاد آمد و راه هم گرفت، باز هم مأمور معذوری خرفت. وانگاهی تند خوب و کینه‌جو کرد، هر جای تنم را جستجو. باز هم مأمورکی ریز و پلشت، هر کجای هیکلم را خوب گشت. توی کفش و توی مشت و توی گوش، گویی ها میگشت بود دنبال موش. دست بردو سوی هر جای تنم، هم به زیر کتف و هم در با بگذاریم. روی من هم جانب دیوار بود، بخت من البته با من یار بود. بود آنجا گوشه ای از رهگذار، مرد و زن دائم از آنجا در گذار بود. جمعی مرد و زن اطراف ما، نچو کهریزک من و او در خفا. از این وسط خفا، نه صدای عجزی و نه لابهی، نه به دستش بطریه نوشابهی. گرچه کارش امر به معروف بود، گویی او فکر منکر می‌نمود. گفتمش مخلص به چاخان، هی عزیز هست این باتون پشتم یا که چیز؟ کم کمک بردم مرا یک جای دنج، تا بگیرد شاید از مخلص اولنج. ای برادر تو همه اندیشه ای، پس چرا بردی مرا در پیشه ای؟ تو برای فصل کردن آمدی، نی برای فصل. تو برای فصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. ای فدایت هی هی و هی های من، از چه کردی دست در آنجای من؟ چون که باتومش برون شد از خلاف، چون که باتومش برون شد از خلاف، من سپر انداختم در آن مساف. گفتمش چون کرد من را پشت و رو، هیچ آدابی و ترتیبی من شب و روزگار خوش.